آقای رجبی عزیزی، شما رو بشنویم از وقوع چند انفجار که در کرمان و همزمان با برگزاری چهارمین سالگرد کشته شدن قاسم سلیمانی اتفاق افتاد. سلام، تسلیت عرض میکنم به همه مردم ایران، فارغ از اینی که این موضوع چگونه اتفاق افتاده. به دلیل اینکه خب ما همیشه در همه اتفاقات میبینیم که جمهوری اسلامی نمیشه به روایتهاش اعتماد کرد، واقعا هنوز مشخص نیست چه اتفاقی افتاده، اما اتفاقی که هست الان اینه که عده‌ای از هموطنان جان خودشون رو از دست دادن و احتمال عملیات تروریستی بوده. اما یک نکته ای داره، حالا قبل از اینی که بخوایم به این بپردازیم که اصلا همه این اتفاقات وقتی که میفته ریشش به سوء مدیریت در جمهوری اسلامی، یعنی اگر نگاه بکنیم میبینیم دستگاه های اطلاعاتی یک کشور در همه جای دنیا باید مهمترین کاری که میکنن امنیت شهروندان اون کشور رو تامین بکنن، حالا در مراسمات که دیگه بسیار مهمتره، در یک حکومت مثل جمهوری اسلامی که خب برای کارهای خودش برنامات خودش بسیار خرج میکنه انجام میده، حداقل امنیت برنامه های خودش رو که طرفداران خودش رو میکشونه با همه اینها بالاخره اونها مردمن، میبینیم که یک جایی اگر یک نفری مثلا یک استوری میذاره، یک صحبتی میکنه، به سرعت شناسایی میشه، اون رو میرن محاصره میکنن، چه میکنن و چه میکنن. اما در این جاها سوء مدیریت دستگاه های اطلاعاتی رو میبینیم، دلیلش هم همینه، جمهوری اسلامی تمامی هزینه های خودش، مبالغ خودش، زور خودش رو روی مخالفین سیاسی خودش گذاشته. از سوی دیگه در کشوری که خب ایدئولوژی مذهبی اون رو میاد میذاره و نمیگذاره که یک معتدلترها وارد بشن، خب همیشه بستری میشه برای اینکه تندروها در دو طرف ورود بشن، در اهل سنت، در شیعه، در همه جایی که میبینیم هر کسی که انتقاد میکنه از بین میبرن و اتفاقا این کارهای تروریستی رو در انتها میخواهند بیان که به مخالفین سیاسی خودشون ربط بدن، بدون اینکه ما هیچ کدوم اتفاقاتی رو ندیدیم که مثلا یک کمیته حقیقتیاب واقعی تشکیل بشه، یک کسی مسئولیت خودش رو پذیره. توی حادثه شیراز شاه چراغ دو بار اتفاق افتاد، حالا بماند اینی که یک صحبتی میشه که اینجور چیزها یک شمه‌ای میاد از اینی که گروه باند فاسد امنیتی در داخل خود سیستم هم احتمال داره دست به چنین کارهایی بزنن، به دلیل اینی که مثلا برآورد میکنن که باید فضای جامعه چگونه بشه یا چیزی شبیه اون حملات به هواپیما اوکراینی یا حتی سر موضوع شاه چراغ بود. اما اون موضوع رو اگر بذاریم کنار، اینجا پیش میاد که در این اتفاقات سیستم کشور، دستگاه اطلاعاتی که حالا نمیتونه از کشور در مقابل این چیزها دفاع کنه، بعد از اون هم نمیبینیم یک کمیته حقیقتیابی انجام بشه بیاد انجام شه. از الان شروع میکنن. آقای رجبی، خب تا الان که هنوز اخبار زد و نقیض، به هر حال هر اتفاقی که افتاده باشه گفتن که انتحاری میتونه باشه یا تروریستی، موضوع اینه که چند کودک بین کشته شدگان بودند. به نظر شما اینکه مردم غیر نظامی در یک مراسمی که در یک شهر برگزار میشه اینطور هدف قرار داده میشن، در ارزیابیتون رو بشنویم نظرتون در مورد این ماجرا چیه؟ در هر شکلی صد بیشک این موضوع قابل دفاع که هیچ، خیلی یعنی سخت حتی کلمه براش پیدا بکنی، مردمی غیر نظامی ولو اینی که طرفدار حکومت در یک جای غیر نظامی مورد حمله قرار میگیرن، کار بسیار بزدلانه ایه، این بیشک مشخصه. اما برگردیم، حتی موقعی که کشته شدن قاسم سلیمانی بود، اونجا هم در تشنازه عادی حدود 20 نفر کشته شدن. این برمیگرده به اینی که کشور الان اداره نمیشه به دست افراد متخصص در هر جایی. آقای رجبی ببخشید صحبتتون رو قطع میکنم، ادامه بدید، ولی همین الان اعلام شد که کشته شده ها بیش از 70 نفر هستن و تعداد بیش از 50 نفر کشته شدن، بیش از 70 نفر زخمی شدن. ادامه بدید بفرمایید.
بله عرض می کردم، یعنی وقتی که یک بار این اتفاق افتاده به خاطر فقط هجوم جمعیت 20 نفر کشته شدن، خب اینجا می بینیم که جمهوری اسلامی نمیاد سر همون اتفاق هم بیاد بگه یک مراسم رو درست اجرا بکنه، برنامه ریزی بکنه. عرض کردم دلیلش هم همینه، تمامی قدرت خودش رو یا برای مسائل تدخلات بین المللی گذاشته یا برای مخالفین سیاسی عادی خودش. اما یک نکته هم باید خیلی واضح گفت اینجا، جمهوری اسلامی از الان خواهد تلاش بکنه که یک دو دستگی ایجاد بکنه، بگه که خب همه مخالفین من الان پس اینها هم توی موضوع دست داشته. این چیزی که مردم ایران رو ناراحت میکنه همینه که بیگناه ها، افراد غیر نظامی حق زندگی دارن و باید اونها زندگی بکنن و هر اتفاقی در مرزهای ایران داره میفته الان مسئولیتش با جمهوری اسلامیه. مسئله دیگر همین عدم اعتماد مردم به حاکمیته. الان ما تو هیچ اتفاق نمیبینیم مثلا یک سخنگو واحدی داشته باشن، اون موقع بیاد اون سخنگو، در همه جای دنیا دیدیم میاد صحبت میکنه، اول به مردم آرامش میده، به مردم میگوید مثلا الان ما داریم موضوع رو بررسی میکنیم، شروع میشه نماینده مجلس برای خودش صحبت میکنه، استاندار برای خودش صحبت میکنه. این عدم تمرکز، این جزیره اداره شدن کشور تو این اتفاقاته که خودش رو نشون میده و فاجعه میآفرینه. امروز شما نگاه بکنید تو همین اتفاق لحظه اول میگن که انفجار گاز بوده، اصلا کسی کشته نشده. دقیقه دیگه میان میگن انتحاری بوده و بعد چه شده. همه اینا نشان از این میده که کشور به حالت عادی اداره نمیشه. کشور اهدافش برای دفاع از، یعنی برای دفاع از غیر نظامی ها، برای مردم خودش شکست خورده و جمهوری اسلامی بعد از این هم باز هم نخواهیم دید که مثلا یه چیز مثل شیراز کمیته حقیقتیابی شکل بده. از الان شروع میکنن دشمن بوده. آقای رجبی، همزمان با صحبت شما داره تصاویر کرمان پخش میشه. شما اشاره کردید به سوء مدیریت جمهوری اسلامی در برقراری امنیت. همین حالا هم داریم میبینیم این اتفاق رخ داده، ولی مردم هراسان و ترسان در حال دویدن به اطراف هستند. حتی مدیریت این منطقه که درش انفجار رخ داده هم در واقع انجام نمیشه و از مدیریت یک همچین چیزی هم عاجز هستند. همین شما نگاه کنید، وقتی یک اتفاق میفته اولا این حکومت خب باید بیاد تو اون لحظه یک اطمینانی بده به مردم، یعنی بگوید من حکومتی که سلاح پول قدرت دستمه هستم، برای من الان هستم، الان در این لحظه هستم. نگاه میکنیم که نه، همین حراسا، من قبل از برنامه داشتم تمامی رو نگاه میکردم، اینی که مردم نمیدانستن که اصلا چه اتفاقی افتاده، اداره بکنن، تخلیه بکنن، احتمال این داره که یک انفجار دیگه رخ بده. میدونیم عملیات تروریستی غالبا این شکلی بوده که یک انفجار میشه، بعد که هیاهو میشه یک انفجار بعد و بعد. این سوء مدیریت، اینی که اداره کشور دست کسان متخصص نیست که مثلا بداند که الان روانی جامعه چه شکلیه، باید چه کار بکنن، همین اتفاق بیشتر فاجعه میآفرینه. نکته دومش هم عدم اعتماد مردم به حاکمیته. همین الانش هم شما نگاه میکنید که مردم یک نگرانی نسبت به خود حکومت دارن، یعنی الان نمیدانن که آیا این حکومت خودش تو این موضوع دست داشته، حکومتی که بارها مردم خودشو کشته، آیا به این گفته های این حکومت میشه انجام داد. اینجاست که اون توهمی که جمهوری اسلامی از خودش درست کرده، اون پوسته قدرتی که به خودش برای نشون داده با گرفتن و اعدام کردن اینها، اون هیمنه میریزه. این لحظات امتحان حکومت ها در بحران هاست، در بحران ها، چه زلزله چه طبیعی، همیشه ما میبینیم که جمهوری اسلامی رفوزه شده و امکان نه کنترل کردن این مسائل رو داره، نه در ادامه میآید از اشتباهاتی که قبلا گرفته درس بگیره و همینجور فاجعه میاد. متشکرم از همراهی شما جابر رجبی، فعال و تحلیلگر سیاسی.